خب دوستان عزیز سلام میگم خدمت همه شما مخاطبین، همه همراهان ما در میز مکاشفه با فصل چهارم در خدمت شما هستیم و داریم به موضوع مهمی میپردازیم، به خدا بودن عیسی مسیح. در 10 جلسه با 10 تا از معلمین کلام خدا نشستیم و صحبت کردیم تا ببینیم که حقانیت این آموزه به چه شکل استش. میبینیم که بدعت‌ها، تعالیم غلط حمله کردن به طبیعت عیسی مسیح. در کل تاریخ مسیحیت ما شاهدش هستیم. متاسفانه امروز بین مسیحیان ایرانی هم میبینیم که کسانی هستن که دارن تعلیم غلط میدن و خدا بودن عیسی رو دارن رد میکنن، او رو مخلوق، او رو به هر شکلی دارن کمتر از خدا معرفی میکنن که این مسیحیت راستی نیستش. ما وظیفه خودمون دونستیم در مکاشفه تا به بضاعت خودمون بایستیم روی تعالیم درست و بتونیم جامعه مسیح ایرانی رو در این قسمت آگاه کنیم و اون هوشیاری و بیداری لازمی که لازمه هر کلیسایی هستش و هر جماعتی هستش رو به حد خودمون بتونیم به کلیسای مسیح ایرانی بدیم. خب امروز در خدمت کشیش تامی میوایان هستیم از کانادا و میخوایم در رابطه با خدا بودن عیسی مسیح صحبت کنیم. قبل از اینکه من بخوام صحبت مقدماتی خودم رو داشته باشم و بحث شروع کنیم، برای تامی اگر سلامی هستش با مخاطبین شما بفرمایید. نیما جان روزت بخیر، خیلی ممنون، خوشحالم که دوباره میبینمت و باهات صحبت میکنم، گرچه همیشه پای تلفن صحبت میکنیم یا تکستی و ایمیلی، ولی روز روی قشنگت رو که خداوند من عیسی مسیح با دستای خودش شفقت داده رو میبینم، از اون بابت خوشحالم و همچنین به دوستان عزیزی که این برنامه رو نگاه خواهند کرد، چون این برنامه داره ضبط میشه، از الان ادای احترام میکنم و روزتون بخیر یا شبتون بخیر هر کجا که باشید. خیلی ممنون، مرسی از وقتی گذاشتین. خب چون فرصت کم داریم سریع بریم سر اصل مطلب. ببینید ما میبینیم که کسانی میان و میان از یک سری قسمت ها و تفاسیر اشتباه استفاده میکنن و به این نتیجه میرسن که عیسی مسیح خداوند نبود، انسان بود، مخلوق بود، یک فرشته بود و و و خیلی صحبت ها راجعش میشه که ما سعی کردیم در این سری فصل چهارم میز مکاشفه بهش بپردازیم. افراد مختلفی راجع به موضوعات مختلف صحبت کردن، اما چیزی که خیلی مهم هستش به نظر من که توی این به نوعی میشه گفت دفاعیات مسیحی راجع به الوهیت و خدا بودن عیسی مسیح اینه که نگاه کنیم خود عیسی مسیح راجع به خودش چی میگفت، خود عیسی مسیح چه ادعایی داشت. چون خیلی ها میگن که عیسی مسیح چه ادعایی نکرده بود، خود مثلا افرادی مثل بارت ارمن یا خیلی کسای دیگه میگن که این چیزیه که مسیحیان اضافه کردن، یک اتفاقیه که آخرهای قرن اول شکل گرفت، برای همینه که یوحنا هم شروع میکنه متفاوت با اناجیل هم نظر خیلی به این موضوع میپردازه و امروز هم خیلی ها میگن که بله عیسی مسیح چه ادعایی نکرده. خب ما وقتی بخوایم به این برسیم که عیسی خدا، بهترین کسی که میتونه پاسخ ما رو بده یک خود عیسی، ادعاهای عیسی و کارهاشه، دو نزدیکترین کسانی که به عیسی بودن که اون 12 شاگرد و شاگردان عیسی بودن. پس توی این جلسه میخوایم این تقسیم بر دو کنیم این جلسه رو و نگاه کنیم که نزدیکترین کسانی که با عیسی مسیح بودن عیسی رو کی میدانستن و بعد خود عیسی خودش رو کی میدونست. میکروفون در خدمت شما، از شما بشنویم. دو بخش خواهد داشت این جلسه و در بخش اول صحبت هایی که هستش خوشحال میشیم که بشنویم. ممنونم نیما جان، تشکر میکنم و جلسه هم رو شروع بکنیم، ولی قبل از همه چیز میخوام تذکر بدم که توی این جستار درک اهمیت نبوتی عهد عتیق و اون چه پیامبران اون زمان در مورد آمدن مسیحا نامی پیشگویی کردن بسیار حیاتی هستش. ضمناً در قرنها پس از مرگ و رستاخیز مسیح، الهیدانان، کشیشان، اسقفان و پدران کلیسا درباره خیلی آموزه‌های اساسی مسیحیت از جمله تثلیث و ماهیت خدای پدر، پسر و روح القدس بحثا و گفتگوها کردن و برخی هنوز هم میکنن. پس اون چه امروزه و در این مورد به دست ما رسیده نتایج تحقیقات کتاب مقدسی شوراهای متعدد کلیسایی هستش
که توسط این گونه مردان و طی صدها سال جمع‌آوری شده، اما برخی این حقایق رو قبول دارن و بسیاری شکاک مونده یا اونها رو رد میکنن. پس با توجه به این موضوع میخوام یادآور بشم که شک کردن به این گونه مسائل که شامل خدا و الوهیت او و غیره هستش، به خودی خود گناه نیست. مشروط بر این که پس از شنیدن و درک حقیقت و همراه با توبه اون شک کنار گذاشته بشه. متی 28 به ما یک نمونه خیلی قشنگی رو در این مورد میده. روز قیام عیسی مسیح هسته، شاگردا شنیدن که مسیح قیام کرده، باور ندارن، دارن میدون میرن طرف قبر خالی که او رو ببینن. و در آیه 17 متی به ما میگه که وقتی عیسی رو در آنجا دیدند، او را پرستش کردند، ولی برخی از ایشان شک کردند. حالا یکی شاید بپرسه بگه آیا متی خودش جزو این شکاکین بود؟ نمیدونیم، ولی مطمئنیم که با نوشتن انجیل متی اگر هم یکی از شکاکین بود، شکاش بعدن از بین رفته. تو یوحنا 7 هم میخونیم که یعقوب و یهودا، دو تا برادر عیسی، در اوایل خدمتش بهش میگن برو بابا بازار تو یه جای دیگه پهن کن، مشتریا رو اونجا پیدا کن و فلان. و بعد هاست که میبینیم پس از قیام عیسی مسیح، نه اینکه فقط او رو به عنوان مسیح موعود قبول میکنن، بلکه او رو خداوند خود دونسته، او رو پیروی میکنن و رساله هاشون رو مینویسن. و میدونیم که یعقوب هم یعقوب عادل شمرده میشه و منصوب میشه به سمت کلیسای اورشلیم و نهایتا جفتشون هم به خاطر ایمانشون سنگسار میشن. تعریف الوهیت هم عزیزان این هستش که الوهیت موجودی است فراطبیعی، مانند یک یا چند خدا یا الهه که توسط افرادی پرستش میشن که معتقدن به برخی از جنبه‌های جهان کنترل یا اعمال زور دارن، که سه قسمت داره: چند خدا باوری رو داریم، بت پرستی رو داریم، یکتا پرستی رو داریم. ولی اینجا یک مشکل خیلی اساسی هست و اون اینه که گرچه مسیحیت، یهودیت و اسلام ادعا میکنن که خدای واحدی رو میپرستن، ولی در درک اینکه اون خدا چیست بین اونها تفاوت بسیار فاحشی هست. مسیحیان تثلیث مقدس رو که شامل یک خدای واحد به عنوان یک وجود در سه شخص مختلف پدر، پسر و روح القدس میبیننش، همون موضوع کثرت در اتحاد. یهودیان او رو تنها یک خدای تکزی میبینن و مسلمانان هم او رو یک خدای ناشناخته‌ای که غیر مرتبط با انسان هستش رو میپرستن. در ضمن بایستی به توجه به مفاهیم و کاربرد واژه‌های اصلی عبری و یونانی کتاب مقدس از خدا عیسی و عیسی به عنوان خداوند بودن یا در تمام مباحث دیگه درک درستی داشته باشیم این بسیار ضروری هستش. پس برای این دو درسی که امروز داریم، چهار تا واژه بهتون یادآوری میکنم که خیلی مهمه در این رابطه. پولس از واژه یونانی ثیوس استفاده میکنه که نام کلی هستش برای خدایان یا الوهیت ها که یونانیان با اون خیلی آشنایی داشتن و تو ادبیاتشون از اون استفاده میکردن. همچنین از واژه ثئوتس استفاده میکنه که خصوصیات و ویژگی های مقام الوهیت یا به خدا ارجاع میشه. در مورد عیسی هم از واژه های ثئوتس به معنای ذات خداوند و واژه کایروس یا دیگر مشتقات آن به معنی خداوند یا ارباب استفاده میشه. پس با استفاده از این گونه واژه ها هستش که ما میبینیم رسولان معتقد به خداوندی مسیح بودند، عیسی بودند. تعریف بدعت هم که هممون میدونیم، هر عقیده‌ای که برخلاف آموزهای مذهبی معمول ارتدوکس به ویژه در مسیحیت باشه هستش. پس اینجا میخوام یادآور بشم که بدعت هایی که امروزه همونجوری که شما گفتین ما جان توی برخی از کلیسای ایرانی مطرح میشن، چیزای جدیدی نیستن و در قرون اولیه مسیحیت وجود داشتن و برخی الان هم وجود دارن. این در حالی است که برخی از کشیشان، رهبران و گردانندگان، میخوام اینو بگم، بی سواد کتاب مقدسی این گونه کلیسای فارسی زبان فکر میکنن که خودشون به اصطلاح این حقایق رو کشف کردن یا به این بدعت های موجود ایمان آوردن. این در حالی است که نه تنها خودشون، بلکه اونهایی رو که چه دونسته یا ندونسته فریب میدن عازم جهنم میکنن.
البته مگر اینکه از این گونه برداشت‌های غیر کتاب مقدسی و الهیات مسیحی بدعتی توبه بکنند. بدعت‌های پس مسیحی عیسی مسیح قرون اولیه به دو دسته تقسیم میشن. اونایی که باور دارن که اصلا عیسی مسیحی وجود باور ندارن که اصلا عیسی مسیحی وجود داشته، یا عده‌ای میگن که او بوده شخصیت تاریخی ولی الوهیت او رو رد میکنن. و دقیقا توی این دسته دوم هستش که این بدعت‌ها پیش میاد. بدعت آریانیزم، بدعت سالارگرایی، به تجسم مثالی، وجه‌گرایی، نستوریانیزم. نستوریوس خودش متولد از پدر و مادر پارسی بود که راهب و اسقف قسطنطنیه کلیسای کنونی استانبول کنونی بود. یهودیان هم که همه‌مون می‌دونیم او رو مسیح موعود مسیح موعود قبول ندارن، و برخی از یهودیان موعود باورن به اون یک نوع الوهیتی رو میدن که همانند الوهیت یهوه نیستش. در ضمن یادمون نره که شاگردان و رسولان عیسی به عنوان یک یهودی آشنایی کاملی رو و خوبی رو از یهوه خدای یگانه کتاب مقدس داشتن. بشنو ای اسرائیل که خدای ما یکتاست. علاوه بر این باید یادمون بمونه که ظهور خدا هم به انسان و ورود او به این جهان هم برای اونها مسئله آشنایی بود، مخصوصا برای یهودیان و برای شاگرداش که اسمش از آموزه ظهور خدا. مثلا ظهور خدا به ابراهیم رو داریم، ظهور کشتی گرفتن یک مرد با یعقوب رو داریم که بسیاری میگن این مرد خود عیسی مسیح بوده. در ضمن درک این مسئله برای دوستان مسلمان ما نباید مشکل باشه، چون توی قرآن سوره مریم آیه 17 الله میگه که من فرشته خودم رو به صورت یک انسان کامل به مریم ظاهر کردم تا به او پیام حاملگیش رو برسونه. پس مهمترین سوالی که اینجا میشه پرسید اینه که اگه خدا میتونه فرشته خودش رو به صورت انسان در بیاره و به انسان دیگری نشون بده، آیا توانایی این رو نداره که خودش رو به صورت یک انسان به انسان دیگه نشون بده؟ پس همه اینا ناشی از عدم ادراک درست الهیات، بیسوادی کتاب مقدسی و عدم توانایی تولید شاگردسازی کتاب مقدسی در کلیسای ایرانی هستش به نظر من، و توجه به ادبیات غیر مقدسی. فراموش نکنیم که کلوسیان در این مورد به ما این هشدار رو میده: هوشیار باشید تا کسی با فلسفه های باطل خود ایمان و شادی روحانی رو از شما نگیرد. نظریات غلط و پوچ ایشان بر افکار و عقاید مردم استوار است و نه فرمایشات و تعالیم عیسی. در ضمن خودآگاهی هر شخصی از خودش یا دیگران میتونه هم انسان خودآگاه و هم انسان تحت توجه رو بیمورد و بیروا تأیید یا رد بکنه. پس در این جستار من میخوام یادآور بشم که خودآگاهی دنیوی یک شخص فرق بسیار عمده ای با الهیات خودآگاهی مسیحی و کتاب مقدسی داره. در خودآگاهی دنیوی توجه روی شخص خودم، من، مردم نسبت به من چی میگن، من چی بپوشم، من چه جوری رفتار بکنم، چه خونه ای دارم، چه ماشینی دارم، چه شغلی دارم. در حالی که خودآگاهی کتاب مقدسی توجه رو از روی شخص برداشته معطوف دیگران میکنه که این همانا اون خلقت تازه هستش. پس در مسیح شناسی هم خلقت نو این خود آگاهی خودمحوری رو از ما میگیره و روی مسیح قرار میده. پس به نظر من با این گونه عمل کردن بود که شاگردان و رسولان تونستن تا ماهیت اصلی او رو ببینن، و همچنین این گونه عمل کردن میتونه روی دید ما نسبت به عیسی مؤثر باشه. در ضمن یادمون نره که شاگردان عیسی هم کاملا واقف بودن که مسیحیان اولیه او رو به عنوان پسر و فرزند خدا و خداوند قبول داشتن. با این مقدمه درسم رو شروع میکنم و میخوام بگم که عزیزان توجه بفرمایید که به علت ضیق وقت آیه ها رو نخواهم خود یا اشاره خیلی کوچیکی به اونها خواهم کرد. برخی از آیه ها توی هر دو تا درس تکراری خواهند بود، چون اطلاقشون هم به مسیح هم به شاگردان. و یادمون باشه که توی هر دو قسمت با دید شاگردان در قسمت اول و در قسمت دوم با دید عیسی مسیح به اونچه گفته میشه نگاه بکنید. عزیزان دو تا از مهمترین مدارک و شواهد مربوط به مسیحیت
اعتقادنامه رسولان و نیقیه هستش که هر دو در حدود سده چهارم و پنجم مسیحیت نوشته شدن. دو جمله آغازین این دو اعتقادنامه به نظر من خودش اولین و مهمترین دلایل واضح باورمند بودن شاگردان و رسولان عیسی مسیح به الوهیت او بود. اعتقادنامه رسولان میگه من ایمان دارم به خدای پدر قادر مطلق، خالق آسمان و زمین، و به یگانه پسر او خداوند ما، واژه کایروس، عیسی مسیح. اعتقادنامه نیقیه کمی طولانی تره، فقط بند اولش رو میخونم. ما ایمان داریم به خدای واحد، پدر قادر مطلق، خالق آسمان و زمین و همه چیزهای دیدنی و نادیدنی. ما ایمان داریم به یک خداوند، عیسی مسیح، کایروس، یگانه پسر خدا، موجود جاودانی از پدر، خدا از خدا، نور از نور، خدای حقیقی از خدای حقیقی که مولود است و مخلوق نی و او را با پدر یک ذات. پس با توجه به این توضیحات نخست نگاه سریع به انجیل همنوا میندازم، بعد میریم سراغ بقیه اناجیل و رساله ها. اناجیل هم نظیر نامی است که به اناجیل متا و مرقس و لوقا داده شده به علت اینکه محتوای اونها خیلی به هم شبیهه، و نویسنده در این مورد این گونه می‌نویسه که در اناجیل هم نظیر عیسی همواره به گونه ای عمل می‌کنه که فقط خدا میتونست بگه و انجام بده. بنابراین این گونه عمل کردن او رو به عنوان مدعی برابری با خداوند بودن به تصویر می‌کشه. واژه های مانند شبیه پسر انسان، همون خواب دانیال پیشگویی که میکنه، واژه های من هستم، واژه هایی هستن که در رابطه با یهوه به کار برده میشد. تو متا میبینیم که فرشته به یوسف میگه که پسری از طریق مریم زاییده خواهد شد، اسم او عیسی خواهد بود و او مردم رو از گناهانشون خواهد بخشید. دو تا چیز اینجا، اول نام عیسی یا یشوع اسامی همریشه‌ای هستن به معنای نجات دهنده، که در حقیقت اسم همون شخص خود خدای یهوه هستش. و دو، مسئله بخشیدن. مگه بخشیدن گناه فقط کار خدا نیست؟ پس اگر فرزندی میتونه بیاد گناهان ما رو ببخشه، شاگردان معتقد بودن که او میتونه الوهیت داشته باشه. او را امانوئل میخونند، خدا با ما، نقل قولی است از اشعیا. ستاره شناسان، مجوسیان او رو پرستش میکنن، هدایایی براش میارن، طلا، کندر و مور که همه شایسته فقط دادن به پادشاهان بود. متی به ما یه جایی رو نشون میده که میگه عیسی هنگامی که یه روزی داشت با شاگرداش راه میرفت، از اونا پرسید مرا که پسر انسانم چه شخص میگویند. بعضیا میگن یحیای تعمیدنده، بعضیا میگن الیاس، بعضیا میگن ارمیا یا یکی از انبیا. ولی شمعون پتروس در جواب میگه تو مسیح پسر خدای زنده هستی، یعنی تو الوهیت داری، و به خاطر همین یهودی ها میخواستن او رو بکشن. یا متی موقعی که میگه که عیسی گفته که دو یا سه نفر با هم جمع به نام من جمع بشن، من با اونها هستم، این خودش نشان دهنده حضور مطلق عیسی هستش که اونها بهش باور داشتن که یکی از خصایص مختص خدا هستش. عیسی از آگاه از اون چه قرار بود براش اتفاق بیفته بود. آگاه بودنش هم دلیل دوم الوهیت داشتن اوست، چون عالم مطلق بود، چیزی که فقط خدا اون عالم مطلق رو داره، ولی در عیسی میبینیم. تو شب محاکمه کاهن اعظم ازش میپرسه تو مسیح فرزند خدا هستی؟ میگه بله، همان که تو میگویی. اینا رو شاگردا میگن، درست؟ و همچنین شاگردا میگن که عیسی گفت که بریم به نام پدر، پسر، روح القدس بدین. پدر، پسر و روح القدس رو در یک ردیف قرار میدن. و اتفاقا صحبت راجع به معلمین دروغین هستش. اولین هشدار رو اینجا تو متی میکنیم که عیسی به اونا هشداری میده، میگه از پیامبران دروغین برحذر باشید، آنان در لباس میش میآیند ولی در باطن گرگهای درنده هستند. آیا اینو میشنوین معلمین دروغگو؟ مرقس او رو پسر انسان، صاحب اختیار و حاکم روز سبت معرفی میکنه. لوقا او رو پسر خدای متعال که خدا تخت پادشاهی جدش داوود رو به او عطا خواهد کرد معرفی میکنه.
شبانان که به اونها بشارت انجیل رو میدن، همین امروز مسیح خداوند کایروس و نجات دهنده شما در شهر داوود به چشم گشود. بعد گروه بیشمار از فرشتگان آسمانی رو میبینیم که میان همراه اونا پرستش میکنن، که این یکی از سرودهای پرستشی زمان شاگردان و کلیسای اولیه بوده. سرودهای دیگری رو داریم، سرود مریم رو داریم، سرود ستایش رو داریم، آواز یا حمد و نیایش فرشتگان رو داریم، سرود شمعون رو داریم، که همه اینها تو لوقا هستن، پر از واژه های با دید بالایی از عیسی مسیح و الوهیت او. یوحنا میگه در ازل کلمه بود، کلمه با خدا بود، کلمه خدا بود، کلمه انسان شد و آمد در میان ما ساکن گردید و ما شاگردان شکوه و جلال او را دیدیم. همه چیز به وسیله او هستی یافت. نشانه اقتدار او، سومین خصلت خداوندی که در عیسی مسیح میبینیمش. حیات از او بود، نور از او بود. او مردگان را زنده کرد، همانگونه که خدا، همانگونه که فقط خدا قادره به این کاره. یوحنا میگه که او منشأ حیات بود. همانطور که پدر منشأ حیات است، به پسر هم این قدرت را بخشید. پدر بخشید تا منشأ حیات باشد. اعلامیه هشتگانه عیسی، من نان حیاتم، که خودش رو با نانی که در خروج بنی اسرائیل داشته از مصر خارج می شدن مقایسه می کنه. نون منا. من آب حیات هستم. خودش رو داره مقایسه می کنه با همون صخره‌ای که همونجا به یهودیان تشنگی اونها رو سیراب می کرد. او میگه من نور جهانم، در هستم، شبان نیکو هستم، حقیقت هستم، تاک هستم، قیامت هستم، اول و آخر هستم. ابراهیم پیش از آن که باشه من بودم. اینا حرفایی است که عزیزان شاگردان به ما دارن میگن. پس باید باور بکنیم که شاگردان معتقد به الوهیت عیسی بودن. اونا میگن که عیسی بهشون گفته بود که من با پدر یکی هستم. اگه یادتون باشه توما خودش پس از شک این که عیسی واقعا قیام کرده یا نه، موقعی که میره به عیسی رو میگه و دست میبینه و دستش رو زخماش میذاره، میگه ای خداوند تئوس و ای خدای من کایروس. بس تفاوتی بین خدا و عیسی رو اینجا از لحاظ شخصی میکنه، ولی از لحاظ الهیاتی و الوهیتی یکی میشماره. اعمال میگه که و خداوند او را، یعنی عیسی را، به عنوان سرور و نجات دهنده با سرافرازی در سمت راست خود نشون. در نام عیسی دعا میکردن. پولس در راه دمشق موقعی که نور شدیدی بر او تابیده میشه و از اسب میفته، با صدای بلند میگه خداوندا کایروس، کایری البته استفاده میشه که یک اشتقاق دیگری است از کایرو، تو کی هستی؟ عیسی میگه من همان هستم که تو او رو آزار میدی. عیسی به خواب هنانیا میاد و هنانیا او رو میگه خداوندا کایری، اشتقاق کایرو، کایروس، تو کی هستی؟ بله. رسالات رو میبینیم که در سالهای بسیار اولیه 50 سال بعد از قیام عیسی مسیح نوشته میشن. همه اونها دید بسیار والایی از عیسی مسیح و مسیح شناسی رو دارن. رومیان عیسی خداوند، یهوه از هر که در نام خداوند کایروس رو بخواند نجات خواهد یافت. ارجاعی به یوئیل. قرنتیان اون رو عیسی خالق مینامه. عرضم خدمتون رسولان توی جلسات پرستشیشون در نام او جمع میشدن. اینجا هشداری از باز اینو باید بکنم از پولس رسول برای فقط چون این بخش داره تموم میشه، اگر بشه این بخش رو جمع بندی کنیم ممنون میشم از شما. چشم، حتما. غلاطیان عیسی مسیح خداوند، افسوسیان عیسی مسیح خداوند، در کلوسیان عیسی مسیحی که ما او رو با چهره خود، چهره عیسی مسیح رو دیدیم، نمونه اصل برابر با خداوند. در تسالونیکیان شما که از آن خدای پدر و عیسی خداوند کایروس هستید. عاشق این آیم زیرا صدای فرمان الهی، آوای تکان دهنده فرشتگان و نور شیپور شدا شنیده خواهد شد و خود خداوند کایروس از آسمان پایین خواهد آمد. هشدار تیموتائوس رو نمیخونم اینجا. تیتوس در انتظار امید مبارک ظهور پرشکوهش خداوند ما عیسی مسیح باشیم. فیلیمون او رو، عبرانیان او رو برتر از فرشتگان میخونه و میگه بایستی فرشتگان هم او رو پرستش بکنن.
او رو با ملک صادق در یک ردیف قرار میده. یعقوب او رو مسیح خداوند مینامه. اول دوم پتروس او رو سنگ زاویه سیحون معرفی میکنه. مجدد هشداری هست به معلمین دروغگو و این ما رو میرسونه به یهودا که او رو خدای یهوه مینامه. دوباره هشداری هست برای معلمین دروغگو و مکاشفه در خاتمه او رو پسری شبیه پسر انسان، من اول و آخر و مرده بود اعلام میکنه. و من در خاتمه میگم که شاگردان تولد، خدمت عیسی، معجزات او، مصلوب شدنش، مرگش، قیامش، بدن جلا رفته او رو، بالا رفتن او به آسمان، صعودش رو دیدن. پس شواهد بسیاری در این اناجیل هست از نقطه نظر شاگردان که میشه او رو الوهیت بهش داد. متاسفانه خیلی ها اینو قبول نمی کنن که مشکل خودشونه و پاسخ اینا به این افرادی که قبول نمی کنن اینه. همون سنگی رو که معماران نپسندیدن و دور انداختن، اینک مهمترین سنگ ساختمان شده است. خیلی ممنون. اگر کسی روی این سنگ بیفته تکه تکه خواهد شد و اگر این سنگ بر او بیفته او را له خواهد. با این سوال این قسمت رو تموم میکنم. اگر واقعا شاگردان و رسول عیسی به خداوندی او ایمان نداشتن، آیا واقعا جونشون رو به خاطر یک سری داستانهای خیالی افسانه‌ای در راه او میدادن؟ بسیار عالی. بله، نکته مهمی هستش و توی بخش اول صحبت ها دوستان، امیدوارم که صحبت ها اینجا مفید بوده باشه. داریم نگاه میکنیم که شاگردان عیسی چه دیدی نسبت به عیسی داشتن، چون خیلی مهمه که اونایی که باهاش بودن، اونایی که تعلیم میگرفتن، اونایی که دست اول برخورد داشتن با تعالیم و کارها و شخصیت عیسی، او رو که میدانستن، که میبینیم در قیصریه فیلیپ عیسی مسیح اصلا میپرسه این رو و میگن که یک سری اشتباه تو رو میشناسن و تنها جواب درست رو پتروس میده، اونم با الهام خدا، که اونجاست که ما متوجه میشیم که درک خدا بودن عیسی از جسم نیست، بلکه یک مکاشفه الهی هستش که بالا باید بیاد. و میبینیم که شهادت خود پتروس رو و بعد در رساله‌ای که مینویسه در دوم پتروس 1:1، زمانی که اونجا میگه که خدا برکت و عدالت خدا و نجات دهنده ما عیسی مسیح، این کلمه ثئو در یونانی استفاده شده که حالت جنتیو و مالکیتی داره، که هر دو نسبت داده میشه به عیسی مسیح، که اونجا پتروس داره میگه او خدا خدای ماست و نجات دهنده ماست. و ما خدای یوحنا رو داریم، شهادتش رو، شهادت توما رو داریم. من یه سری آیات رو میگم چون خیلی ها فکر میکنن که این آیات نیستش. مثلا شهادت یوحنا رو در اول یوحنا فصل 5 مکاشفه 1:17 و 18 و مکاشفه 19 میبینیم. شهادت توما رو یوحنا 20 که مفصل راجعش صحبت کردیم. شهادت پولس رو در رابطه به خدا بودن عیسی مسیح در رومیان 9:5، فیلیپیان 2:5-6، کولسیان 1:15، کولسیان 2:9، تیتوس 2:13. اینا رو فقط دارم میگم که دوستانی که مایلن برن و بعد این آیات رو بخونن. همونطور شما اشاره کردین، شهادت کتاب عبرانیان رو داریم، 1:1-8، و بعد میبینیم که در اعمال رسولان یکی از شاگردان عیسی به نام استیفان، حالا شاگرد جزو 12 تا نبوده، به نام استیفان روح خودش رو به عیسی میده. اگر او خدا نیست چطور ممکنه یک نفر بیاد روحش رو بگه من به تو روحم رو میسپارم؟ روح به خدا میسپارن. بعد شهادت متا رو داریم که مفصل راجعش صحبت کردیم، که باکره که آبستن میشه، متا 1:23، و بعد خود یوحنا 1:1، دوباره شهادت متا در فرمول تعمید رو میبینیم و خیلی آیات دیگه وجود داره. و خود شهادت یحیی هم هستش که اشاره به اشعیا 40:30 داره، که میگه راه را مهیا کنید، چون که یوحنا داره اشاره میکنه یحیی به اشعیا 40:30، که اونجا من توی جلسه دیگه هم گفتم که اونجا آیه اینه، میگه اینک خداوندگار یهوه نیرومندانه می آید. یعنی صحبتی که یحیی داره میکنه، استفادهش از اشعیا، داره میگه کسی که داره میاد به نام عیسی مسیح همون یهوهیه که در اشعیا اشاره شده، چون همون صدای ندا کننده رو داره از همونجا استفاده میکنه. اینا خیلی واضح هستش. شهادت سرباز رومی رو ما داریم، یعنی اصلا از شاگردان بیایم کنار بریم سراغ دشمنان، شهادت سرباز رومی رو داریم. شهادت شیاطین رو ما داریم در متی 8:29 و مرقس 1، که عبارت پسر خدا و قدوس خدا رو
به عیسی میدادن که مستقیم به خدا بودن عیسی مسیح الوهیت رو داشتن اعتراف میکردن و اینکه دشمنان عیسی زمانی که عصبانی میشن، فریسیان زمانی که عصبانی میشن در یوحنا فصل 10 آیه 32-33 اینطور میگن: به سبب کار نیک سنگسارت نمی کنیم، بلکه از آن رو که کفر میگویی زیرا انسانی و خود را خدا میخوانی. من نمیدونم این آیات رو این دوستانی که شما اشاره کردین بهشون که معلم دروغی هستن، این آیات رو خوندن یا فقط یه تیکه تیکه‌ای رو شنیدن، چون اینها هم قسمت‌های کتاب مقدسه. دشمنان عیسی او رو به اتهام اینکه خودش رو خدا میدونسته متهم کردن، یعنی چه دشمنانش چه نزدیکانش او رو خدا میدونستن، و شما به نکات مهم و زیادی اشاره کردیم. بریم به بخش دوم صحبت ها و این حالا نگاه کنیم که مستقیم خود عیسی راجع به خودش چه نظری داشت، چه شناختی به خودش داشت، آیا خودش رو یک معلم معرفی میکرد، یک استاد، یک پیامبر دیگه معرفی میکرد، یا اینکه نه خودش هم از آن داشت که او خداست. ممنونم نیما جان. تنها چیزی که این قسمت میخوام اضافه بکنم اون مقدمه ای که تو قسمت اول گفتم، کاربرد الهیات صحیح در مسیحیت بسیار بسیار حساسی است، مخصوصا در مورد این آموزه، و ما باید یادمون باشه که ما تفسیر میکنیم نه تأویل. با توجه به این مسئله الهیات قرون اولیه هم بسیار مهمه و نشون دهنده الوهیت عیسی مسیح، و تمامی این شهود در این ماجرا و استدلال هاشون، البته به غیر از الهیدانان و پدران اولیه کلیسا که بعداً وارد صحنه میشن، از طرف شاگردان و رسولان عیسی مسیح بوده و لا غیر. اونها باور داشتن که عیسی خداوند هستش و او رو عیسی مسیح معرفی میکنه. من اینجا چند تا یادداشت داشتم، اونها از قسمت اول برداشته شده ولی اگر تکرار هست قصدی ازش دارم. پس اونا باور داشتن که عیسی خداوند هست، خدا او رو بر ما آشکار کرد، او خداست، او پیش ما اومد، او با ما حرف زد، پدر منشأ و سرچشمه حیات بود، بر ما حکمرانی کرد، مرگ و شیطان بر او غالب شد. پس عیسی از اینها خودش آگاه بود که این حرفا رو به شاگرداش گفته، که شاگرداش این حرفا رو به ما میگن. ولی تو این قسمت که با چشم ذهن عیسی به این مسئله نگاه میکنیم، اینها رو میبینیم که حرفای خود عیسی است. پس چگونه نمیتونست او از الوهیت خودش آگاه باشه؟ الوهیت عیسی ایزان افسانه متأخر نیست. اوگناتیوس انتاکی، پاپ کلمنت یکم، آیرونیوس یکی از الهیدانان مسیحیت قرن دوم، کلمنت اسکندریه، هیپولیوس رومی و ترتولیان، بسیاری از اینها حرفای بسیار زیبایی، الهیات بسیار والایی در مورد عیسی مسیح دارن که دارن نوتاشون رو به علت ضیق وقت نمیتونن. فقط یکیش رو میخونم که مال هیپولیوس رومی قرن سوم هست، میگه: اگرچه او صلیب را تحمل کرد، اما به عنوان خدا او با پایمال کردن مرگ به زندگی برگشت. و این جمله به نظر من خیلی زیبایی است در مورد خداوند بودن عیسی مسیح. همچنین اوریجن، شاگرد مشهور کلمنت اسکندریه، راجع به او حرفای زیادی داره، و بارناباس، دوست هم قطار پولس قرن هفتم، میگه این پروردگار تمام جهان است که خداوند در آغاز جهان به او گفت انسان را به صورت و شبیه خود بسازیم. تو قسمت اول دیدیم که به روشنی به ما یاد داده میشه که تنها خدایی که وجود داره خداوند ماست، من اول هستم و آخر و غیر از من خدایی نیست. ولی تو قسمت عهد جدید میبینیم که عیسی داره میاد میگه که ادعای خدایی میکنه. عیسی، پولس او رو با یهوه برابری میکنه. عهد جدید او رو خالق، داور، منجی، انجام دهنده کارهایی که فقط خدا میتونه انجام بده معرفی میکنه. او مورد پرستش قرار میگیره، به نام او دعاها میشن. زکریا به ما یاد میگه که یهوه سبایوت میگوید که ای شمشیر به ضد شبان من بزن که همدوش من است. من میخوام از خودمون بپرسیم این همدوش کیه که خداوند میخواد از او استفاده بکنه؟ اون کسی به غیر از عیسی مسیح نیست، چون اون همدوش بایستی ذات
خداوندی رو داشته باشه تا این آیه زکریا نسبت به او اون مفهوم اصلیش رو در تفسیر درست به ما بده. علاوه بر این عیسی همواره با لحنی آمرانه و با زبان اول شخص مفرد صحبت میکرد، اما من میگویم، آمین آمین میگویم. ولی جای تعجبه که همون جوری که خودتون گفتین نیما جان، بسیاری از عالمان دینی آموزشی دانشوری کشیشان و عالمان دین میگن عیسی هیچگاه مستقیم این ادعا رو نکرده یا در موردش نوشته ای نشده. عزیزان برای اثبات هر مبحثی هر چیزی نباید کلام مقدس صد بار یه چیزی رو تکرار بکنه که حقیقت اون به ما نشون داده بشه. حتی اگه کتاب مقدس راجع به یک چیزی یک بار یک حرفی رو میزنه، اون حرف هم صادق هستش و این حقیقت نسبت به این مسئله الوهیت عیسی هم مربوط هست. مضافاً همین افراد قبول دارن که عیسی خیلی کارهایی رو انجام میداد که فقط خدا میتونست انجام بده، ولی در آشتی دادن این دو موضوع با هم دیگه همیشه کم میارن. پس سوالاتی مانند آیا عیسی خداست و با خدا یکیست باید در تعریف مقام الوهیت مقایسه و پرسیده بشه و نه در خارج از اون. قبلا واژه الوهیت رو تعریف کردم، دیگه تعریف نمی کنم، ولی میگم که مثلا در اسلام فقط میخوام این رو بگم که در هر دینی باوری واژه خدایی هست برای اون کسی که اونا میپرستن. مثلا در اسلام اسم خدا الله هستش، در مسیحیت یهوه و غیره، درست؟ مسیحیت هم که گفتیم خدای تثلیث هستش. بس اینها باید مد نظر ما باشه موقعی که داریم به عیسی نگاه میکنیم و از دید او این مسائل رو بازرسی میکنیم. در ضمن در الهیات مسیحی آموزه‌ای هست به نام وحدت ذاتی که به سه شخص پدر، پسر و روح القدس الوهیت یکسان میده و اونها رو ذاتاً تفکیک ناپذیر از همدیگه میشماره. در مسیح شناسی هم این برای ما بسیار مهم هستش. به عبارت دیگر او همزمان خداست و همزمان انسان. در صورتی که خدا ذات الهی هستش، روح ابدی هستش، ولی عیسی در حالی که اون ذات الهی رو داره، ذات طبیعی انسانیش رو هم داره. برخی از محققان استدلال کردن که اساساً هیچ زمانی نبوده که عیسی به عنوان خدا یا خداوند مصلوب و زنده شده پرستش نشه. تصور اینکه عیسی از قبل وجود داشته و به عنوان یک انسان تجسم یافته است یا ایده خداوندی عیسی چیزی نبود که سالها طول بکشه، این نویسنده میگه، که تا توسعه پیدا بکنه، بلکه خیلی سریع اتفاق میفته. و او اشاره میکنه که حتی نوشته های اولیه مسیحیت همونجوری که در قسمت اول گفتم حاوی اطلاعات خیلی زیادی در این مورد هست. با این مقدمه میریم سراغ درسمون. یادمون باشه با دید عیسی مسیح به این مسئله نگاه بکنیم. درک یه نویسنده درک عیسی مسیح رو از خودش رو در چهار اصل اینگونه به ما توضیح میده. میگه عیسی مسیح و انتخاب 12 شاگرد. او این مسئله رو با متحد کردن 12 طایفه اسرائیل مقایسه میکنه که کاریه که فقط خدا باید بکنه. او میگه که عیسی و شریعت، عیسی شریعت رو قبول داشت، به اون احترام میگذاشت، ولی گاهگداری فراتر از اون میرفت. شریعت میگه زنا نکن، عیسی میگفت اگه با نگاه شهوت آویز به کسی نگاه کنی زنا کردی. شریعت میگه این خوراکی رو بخور، اون خوراکی رو نخور، عیسی مسیح میگفت آنچه انسان رو نجس میکنه خوراکی نیست، بلکه افکاری است که از وجود او تراوش میکنه. 3. عیسی مسیح بر ارواح پلید حاکم بود. و 4. رابطه خاص عیسی مسیح با پدر، که پدر همه چیز را به من سپرده و کسی پدر را نمیشناسد به جز پدر. من این 4 تا رو قبول دارم خیلی قشنگه، ولی میخوام اینا رو کمی بیشتر بشکافمشون و به نکات دیگری از خود زبان عیسی به این مسئله و با نگاهی عینی نگاه بکنیم. تولد عیسی مسیح در عهد عتیق پیشبینی شده بود و عیسی از اون باخبر بود. تولد نحوه حاملگی مریم توسط روح القدس که یک دختر باهله باکره حامله خواهد شد، یک حقیقت و ماهیت اساسی در ایمان مسیحیت هستش و وقوعی هستش از پیشگویی اشعیا که قبل از اشعیا مسیحی که بوده، عیسایی که بوده، از همین مسئله آگاه بوده. دختر باکره بنابر این خود خداوند به شما آیاتی خواهد داد، باکره حامل خواهد شد، پسری خواهد زایید، او را امانوئیل، خدا با ما خواهید نامید.
خدا میتونست عزیزم از طرق خیلی مختلفی به ما ظاهر بشه، ولی از طریق توسط مریم باکره و حاملگی او این کار رو میکنه که اقتدار مقتدر بودن او رو نشون میده و همچنین آری بودن از گناه عیسی رو. اینجا یه چیزی باید اضافه بکنم، یکی از برخی از نویسندگان و یکی از نویسندگان بسیار محترم خود ایرانی ما که من شخصا بهش خیلی احترام میگذارم، یه نشانه دیگری رو هم برای الوهیت عیسی میده و میگه که کافی نیست که عیسی از مریم خودش بدون گناه به وجود آمده و میگه که او قدوسیت خاصی رو هم داشته، که این قدوسیت خاص رو بایستی قاطی این که باور داشته باشیم که از مریم گناهکار عیسی بیگناهی به دنیا آمده. من کمی با این مسئله، با احترام بیشون به این مسئله اعتراض دارم. به این جهت بود که خدا او رو بره بیگناه دانست و خدا بار گناهان ما رو بر دوش او بگذاشت. آیا حاملگی یک دختر باکره در فرهنگ‌های دیگه موجود هست؟ من یه جستجوی کردم، هیچ جای دیگه چیز دیگه پیدا نکردم به غیر از نمونه‌های مانند زایش مهر یا میترا از مادرش آناهیتا در آب و از تخمه زردشت. عزیزان همه اینها افسانه بیش نیستن. برخی میگن چرا تو انجیل لوقا در این مورد اشاره‌ای نشده؟ عزیزان سکوت علامت انکار نیست، اختصار به معنای بی‌اطلاعی نیست، غیبت اشاره به یک حقیقتی به معنای عدم وجود اون حقیقت نیست. برخی میپرسن چرا پولس راجع به این مسئله اشاره‌ای نمی‌کنه؟ بازم سکوت علامت انکار نیست. تولد عیسی از مریم باکره مهمترین مرکز الهیات او نبوده. در ضمن من فکر میکنم که یکی از نشانهای دیگر مستقیم خداوندی عیسی مسیح اینه که خودمون میدونیم، میخونیم که در 12 سالگی توی هیکل خانه خدا نشسته بود با علمای دین درباره مسائل دینی بحث میکرد. کسی که 12 سالشه به مدرسه نرفته چگونه میتونست این چیزها رو بدونه؟ پس اگر اون چیزی که کتاب مقدس به ما میگه ما باور بکنیم، هیچ مشکل دیگری نخواهیم داشت. عیسی از پیش موجودی خودش آگاه بود. من از نزد پدر آمدم، به این جهان وارد شدم، جهان را ترک میکنم، به سوی او میروم. هرگز کسی از آسمان بالا نرفت مگر آن کس که از آسمان پایین آمد. تو جواب فریسیان باز تو کی هستی؟ همون رو میگه که من هستم همان که هستم. در این گونه اعلامیه‌های هفتگانه من هستم من هستم من هستم می‌بینیم که عیسی دوباره آگاه از الوهیت خودش هستش. معجزات عیسی، تبدیل آب به شراب، راه رفتن روی آب، تکثیر اشیای مانند نون و ماهی، بینا کردن، شفای مفلوجان، شفای بیماران، کران، لالان، دیوزدگان، زنده کردن ایلازر، همه قدرت مطلقی رو به عیسی مسیح میده که او رو شامل یکی از اون خصایص خداوندی میدونه. دیوها و شیاطین رو اخراج میکنه، به اونها حکمرانی میکنه و مهمتر از همه اینا خودش رو از مردگان قیام داد. عیسی ادعای مالکیت بر چیزایی رو داشت که فقط به خدا تعلق دارن، ملکوت پادشاهی، منتخبین خداوند، ملائک خدا، کل هستی. او توانایی پاسخ به دعاها رو داشت، آگاه به این بود. عیسی خودش رو پسر انسان میخوند، عنوانی که با مفاهیم عهد عتیق فقط به خدا ارتباط داره. عیسی همچنین خودش رو پسر خدا خوند. عیسی برابری کامل خودش رو با پدرش به ما نشون داد. او ادعا کرد که شناخت او به معنای شناخت خدای پدر بود. مهمتر از همه اینا طرز رفتار او عیزان نشان دهنده الوهیت او بود. او واقعا زاده شد، او واقعا معلم اخلاقی خوبی بود، او یک پیامبر بود. حضور اینا تمام چیزایی است که حضور مطلق او رو به ما نشون میده. پس از قیامش از مرگ معجزه ها کرد. عیسی حتی تمام آیه های پیشگویی شده در مورد ظهور و مرگ خودش رو تکمیل کرد. عیسی گفته بود که او توی ارمیا میخونیم که میگه که مسیح پس از برگشت یهودیان از بابل ظاهر خواهد شد. مسیح در بیت لحم به دنیا خواهد آمد. پیامبری خواهد آمد قبل از او، یحیی، سوار بر کلرولاقی، رنج برده رد خواهد شد. به خاطر 3 سکه طلا نقره به او خیانت خواهد شد. در برابر آنان که محکومش خواهند کرد ساکت خواهد بود، مضروب، شلاق زده، مصلوب خواهد شد.
اینا همه پیشگویی‌هایی بود که او کرد و شد. در جای دیگه میگه که فقط پیشگویی آخر زمانش مونده که اونا اتفاق نیفتاده و خواهد گفت. پیشگویی کرد که پتروس او رو انکار خواهد کرد، اتفاق افتاد. پیشگویی کرد که اورشلیم عبادتگاهش از بین خواهد رفت که دیدیم توی من ببخشید حرفتون رو قطع میکنم، خیلی به نظرم از این مدارک هست بنز کافی اشاره شد، حالا چند تا من هم دارم که به آیات میگم، من دارم تموم میشم، به انتهای صحبت هستیم، اگر میخواییم بذاریم برای جنبندی یا میخواییم الان جنبندی بکنیم. دارم تموم میشم، خیلی دارم تموم، خیلی کوتاه مونده، فقط اینا رو میخونم، میگم بهتون. عیسی اقتدارش نشان دهنده الوهیت اوست، تاریخ نشون میده، مورخین نشون میدن که او الوهیت داره. عیسی مسیح در مقام پرستشی با خداوند خودش رو همانند اونها قرار میده که در تمام صورت‌های پرستشی میبینیم اسم او به کار میره. نه فقط از آگاه از تمامی کارهای پدر بود، بلکه قادر به انجام اون کارها بود. آنچه از قلب انسان درش اتفاق میافتاد آگاه بود، آگاه بود که چهره دیدنی خداست، آگاه بود که توانایی انجام هر کاری رو که خدا انجام میده رو داره، و در خاتمه او آگاه بود که مردگان را زنده و داوری خواهد کرد و این عمل به خداوند اون رو به عیسی مسیح داده. در خاتمه من میخوام بگم که پس میبینیم عزیزان که الوهیت عیسی مسیح به طور بسیار شفافی در تمامی عهد جدید به نمایش گذاشته شده. به همین دلیل هستش که کلیسا همواره باور داشت که او ذات خدا رو داره. برخی او رو انسان، برخی او رو خدا میبینن. ما مسیحیان همزمان او رو خدا و همزمان انسان میبینیم. عیسی پس از قیام به توما گفت تو مرا ندیده ایمان نیاوردی، تو مرا دیدی و ایمان آوردی، خوشا به حالی که کسی منو ندیده ایمان بیاره. بعد میگه شما چشم دارید و گوش دارید ولی نمیبینید، نمیشنوید. و به زودی میگه آری من به زودی میام، برای هر کس پاداش میآورم. و اون پاداش اینه که به ما در مکاشفه اختار میکنه که کسی که به کلامش اضافه بکنه یا بهش ازش کم بکنه، خدا او رو از درخت حیات و شهر مقدس بی نصیب خواهد ساخت. پس آخرین جمله اینه: ای معلمی کاذب و دروغگو که همانند شیطان عمل میکنین و خودتون رو به فرشته نور، به صورت فرشته نور در میارین و به شاگرداتون یاد میدین که عیسی نمونه نمیتونه خدا باشه، یا اینکه به حقانیت و مسئول از کلام و خطا پذیر بودن کتاب مقدس معتقد نیستین و بهش شک دارین، فراموش نکنین که این چیزهای عجیبی نیست، چون قبلا اتفاق افتاده، الان هم داره اتفاق میفته، زمان داره به سرعت میگذره، توبه بکنین و برگردین به سمت عیسی خداوند. خیلی ممنون، متشکرم از شما. پس دوستان، برای اینکه یک جنبندی بکنیم، ما میبینیم که عیسی مسیح شخصیت تاریخی هستش. این شخصیت تاریخی اومد و کارهایی کرد و کسانی بودن اطرافش که این کارها رو دیدن. یوحنا یکی از رسولان او در نامه‌ای که مینویسه، رساله اول یوحنا، میگه ما او رو دیدیم، ما بهش دست زدیم، ما حرفاش رو شنیدیم. و کسانی بودن که از نزدیک، یعنی خواب و رویا نبوده، و این افراد اومدن نوشتن، این افراد در تاریخ مسیحیت اومدن چیزهایی رو تعریف کردن که تایید میکنه خیلی از کارهایی که عیسی مسیح کرده. و وقتی که نگاه میکنیم که حالا عیسی مسیح چه کارهایی کرده، میبینیم که این کارها، این حرفها با صدای بلند داره اتفاقا، چون خیلی فهم میکنن غیر مستقیم، هیچ جا مستقیم نبوده، اتفاقا مستقیم هم بوده و غیر مستقیم هم خیلی با صدای بلند عیسی مسیح داره نشون میده که اقتدارش همطور که اشاره شد. ببینید، مهمترین کاری که ما، یعنی تو بحث الهیات، مهمترین چیزی که به خدا بودن عیسی مسیح مربوط میشه، عیسی در مقابل پادشاهی خدا هستش. بحثی که بحث مهمیه، زمانی که ما میبینیم خداوند در عهد عتیق داره این پادشاهی رو اعلام میکنه و خودش رو پادشاه میدونه، چون وقتی ما تاریخ اسرائیل رو نگاه میکنیم، تمام پادشاهان و تمام داوران خراب میکنن، همشون اشتباه میکنن و گناه میکنن، حتی بهترینشون، و خداوند میگه من پادشاهم، من میام، که حالا در حزقیال این رو میبینیم که میگه من پادشاهی خودم رو بنا میکنم. و زمانی که عیسی مسیح میاد و خودش رو پادشاه این پادشاهی معرفی میکنه، به سادگی یعنی میگه من خدام، من اون خداییم که هیچکی نتونست این پادشاهی رو بنا کنه، من آمدم، من مسیح هستم. و تمام اینها
برای فریسیان، برای یهودیان مفهوم داشته که میگن تو خدایی داری کفر میگی. و عیسی مسیح در مقابل این پادشاهی و کارهایی که میکنه و ادعاهایی که میکنه، از مهمتریناش این بوده که بیاد و پادشاهی شیطان رو در هم بکوبه. کاری که عیسی مسیح میخواسته بکنه این بوده که پادشاهی شیطان، گناه، لعنت از بین بره و روی صلیب پادشاهی رو رقم بزنه، که درسته با تاج خاری بر سرش این پادشاه مسخره شد، ولی روزی که زنده شد در آسمان در کنار دست راست خدای پدر تاج جلال رو بر سرش گذاشت. ولی مسیر این مسیر بود که میبینیم که این اعلام پادشاهی و این تقابلی که ما میبینیم در کتاب مقدس خودش خیلی واضح داره اشاره میکنه. عیسی مسیح میاد مردار رو زنده میکنه، مرگی که قدرت شیطان بوده، داره پادشاهی شیطان رو میکوبه و پادشاهی خدا رو. چه کسی میتونه چنین قدرتی بر شیاطین داشته باشه؟ هیچ انسانی نمیتونه در قلمرو شیاطین وارد بشه و با اونها بجنگه. مریضی رو بخواد شفا بدم دوباره در قلمرو بد و گناه و لعنته. و همچنین اتفاقی که میبینیم که بر طبیعت رخ میده، قدرتی که بر طبیعت داره و این اخراج ارواح به شکل مستقیم خودش هستش. پس شفای مریضی ها، مرده کردن و اخراج ارواح، پادشاهی رو داره رقم میزنه که هیچ کس جز خدا نمیتونه چنین کاری رو بکنه. چون بعداً اون صحبت مفصلی کردم، من تکرار نمی کنم، فقط چون آیات جا افتاد من یه سری آیات رو بگم که دوستان بدونن اینها رو ما از خودمون نمیگیم. اگر راجع پسر انسان و پسر خدا صحبت میشه، دانیال 7 و متی 16 هستش. برابری با خدا که شهادت عیسی مسیح هستش، یوحنا 5 هستش. اینکه خدا عیسی خودش رو با پدر یکی میدونه، یوحنا 10:30 هستش. معجزات عیسی رو میتونید در اناجیل بخونید. بخششی که صحبت کرد برادرمون، بخشش گناهان مستقیم توسط عیسی، لوقا فصل 7 آیات 36 تا 5 هستش. و اناجیل هم نظر میگن که فقط خدا میتونه ببخشه، متی 9 و مرقس 2 و لوقا 5. اعلام مجازات و داوری که برادرمون اشاره که آخر صحبتاش در متی 25 آیات 31 تا 46 هستش، در یوحنا 5 21 تا 27 هستش. چیزی که عهد عتیق میگه داوری نهایی از آن خداست، در تثنیه 32 35 و مزمور 50 و یوئیل 3:12. این کار یهوه هستش. چطوری که عیسی مسیح داره میگه من اون داور نهاییم؟ پس اگر ما عهد عتیق رو قبول داریم به عنوان کلام خدا و بعد کلام رسولان رو هم، شاگردان رو هم قبول داریم، نمیتونیم نتیجه دیگری بگیریم جز این که عیسی خداست. یعنی اگر بخوایم وفادارانه ما کتاب مقدس رو به درستی در کنار هم قرار بدیم، هیچ نتیجه‌ای نمیتونیم بگیریم جز این که عیسی خداست. و موضوعات بسیار مهمی هستش. یکی دیگر رو من بگم تمام کنیم، چون هیچ جا صحبت نشده و دیگه ما فرصتی هم نداریم. اینکه عیسی و معبد، اینکه معبدی که خدا می اومده در اون قالب عهد عتیق جای بوده که خدا قوم خودش رو ملاقات میکرده در معبد. عیسی مسیح میاد میگه من این معبد رو میخوام خراب کنم. یک، چه کسی جرأت داره چنین کاری رو بکنه؟ دو، میگه من این معبد رو میخوام حالا بسازم. یعنی داوری میاره عیسی مسیح بر معبد، جایی که حزقیان راجبش دوباره صحبت میکنه و میگه حالا خود من دوباره میخوام یک معبدی بسازم که خودشه. پس تمام اینها نشون میده خودشه بزرگتر از معبد هم حساب میکنه. بله، و اینکه وقتی این کار رو عیسی مسیح داره میکنه، اساسا کسی نمیتونست یک انسان چنین ادعایی داشته باشه. هیچ پیامبر بزرگی این از توان انسان خارجه که بخواد بیا دست بذاره رو پادشاهی خدا، دست بذاره روی معبد، خراب کنه، یه چیز جدیدی بسازه. و خیلی مسائل دیگه وجود داره که حالا فرصت نیستش اینجا صحبت کنیم، ولی از مهمتریناش دوباره شریعت هم هستش. عیسی مسیح شریعت رو میاد به نوعی کامل میکنه و کلام خودش رو با کلام خدا یکی میکنه. دوستان وقت نداریم، اینها خیلی مهمه. وقتی ما آموزه پادشاهی خدا، وقتی میایم تعالیمی که روی شریعت و کلام خدا هستش و بعد روی معبد تمرکز میکنیم، عیسی مسیح شهادتی که نسبت به خودش میده، میاد میگه پادشاهی مال منه، معبد منم، شریعت این رو گفت، من به شما این رو میگم. اینا همه داره نشون میده که این شخص یا خداست یا یه دروغگوه.
حد وسطی ما نداریم. پیامبری نمیتونه چنین ادعایی بکنه. پیامبر پیام میاره، عیسی مسیح پیامی نیاورد. عیسی مسیح خودش با اقتدار صحبت کرد و گفت من میگم، و این خیلی خیلی مهم و کلیدی هستش که برای شما عزیزان یادآوری باشه که دنبال راستی هستید، حقجو هستید و میخواید که تعلیم راستی رو ببینید. من یک سوالی از همه میپرسم، کشیش تامی عزیز از شما میخوام در پایان صحبتمون این سوال رو بپرسم و اگر در یک دقیقه جنبندی هم دارید بفرمایید. این که اگر یک مسیحی بالغ مسیح رو و خدا بودن مسیح رو به وضوح انکار کنه، آیا میشه به اون شخص گفت مسیحی؟ جواب من یک کلمه است، نه. بسیار عالی. و اگر جنبندی دارید بفرمایید، یک دقیقه بیشتر فرصت نداریم. خواهش میکنم. مرسی از مجدد این فرصتی که به من دادیم با شما باشم. خیلی از اون آیه ها بود، متاسفانه به علت کم بوده وقت نتونستم باهاتون در میان بگذارم، ولی ممنونم که شما یادآوری کردین. عزیزان، به انگلیسی میگن که if there's a will there's a way. فارسیش میشه چی؟ میشه معادل فارسیش نیما، اگر کسی بخواد میتونه. جان، اگر کسی بخواد میتونه، خواستن توانستن است. بله، خواستن توانستن است. ولی خواستن، توانایی ما در خواستن کتاب مقدسی از طریق روح القدس انجام میشه. و اگر ما اجازه بدیم که روح القدس به ما کلام رو، حقیقت رو باز بکنه و باهاش نجنگیم و اونو عقب نزنیم، من مطمئن هستم که تمامی عزیزانی که دنبال پیدا کردن خدای واقعی هستند در مورد او در عهد عتیق خواهند شنید، کارهای او رو خواهند دید. عهد عتیق با نظری از گذشته به جلو در آینده میگه عیسی نامی خواهد آمد، خداوند با ما خواهد بود، و عهد جدید اون رو تکمیل میکنه رو همه رو اونجا خواهید دید. دعا میکنم، مطمئنم که نیمای عزیزمونم دعا میکنه که این 10 تا سری درسایی که تهیه شده، روح قدوس خداوند اونها رو بر همه شما مکشوف بکنه و همه شما عزیزانی که مشکوک هستین، شکتون رو کنار بگذارین، توبه بکنین و عیسی مسیح رو خالق، خداوند، منجی و داور شما قبول بکنین. خیلی ممنون، متشکر. خیلی مهم بود این هشدار، چون که کاری که اتفاق افتاده و داره اتفاق میفته کار ضد مسیح هستش، که مسیح رو داره میاره پایین، انسان میکنه، مخلوق میکنه، و خطر اینجاست برای دوستانی که فریب این معلمین دروغین خوردن، بدونن که این فریب سنگینی هستش، چون که رفتن و دروغ ضد مسیح رو باور کردن که اصول مسیحی رو داره زیر سوال میبره، و این کار هیچ کسی نمیتونه باشه جز خود شخص شیطان. برای همین خیلی این هشدار جدی هستش و کل این 10 جلسه رو ما اختصاص دادیم به این موضوع، درباره خدا بودن عیسی مسیح صحبت کردیم و سعی کردیم که در این زمان کوتاه نشون بدیم. یک کتابچه هم من به کمک یکی از برادران داریم تهیه میکنیم، یک کتابچه کوچیکی خواهد بود که تمام آیات، تمام قسمت هایی که کمک میکنه و سوالاتی که پیش اومده رو به صورت خیلی مختصر داریم توی کتابچه میاریم. از طریق مکاشفه این منتشر خواهد شد و شما عزیزان میتونید دفترچه رو داشته باشید که پر از آیات، پر از ارجاعات هستش که به شما کمک میکنه که از در برابر این تعالیم اشتباه از ایمان مسیح راستین دفاع کنید. کشیش تامی میوایان با ما بودن در این نشست. امیدوارم که برای شما صحبت ها مفید بوده باشه. تا نشست دیگر در میز مکاشفه، همه شما عزیزان رو به فیض مسیح میسپارم. خدا نگهدار. خدا برکتتون بده. خداحافظ.